به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای کانال جنرال پلاس خوش آمدید. داعش مسئولیت راکتباران امروز کابل را به عهده گرفت. گروه تروریستی داعش با نشر خبرنامه مسئولیت راکتباران امروز کابل را به عهده گرفت. با گزارش اسپوتنیک، گروه تروریستی داعش یعنی مبنو در فدراسیون روسیه مسئولیت حمله راکتی به کابل پایتخت افغانستان را بر عهده گرفت. بر پایه داده های بروز شده حداقل 14 راکت امروز به مناطق مختلف کابل از آن میان جان که 101مین سال روز استقلال در آن برگزار می شد شلیک شده است. رسانه های محلی می گویند برخی از آنها در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری اصابت کرده و 6 تن از نیروهای امنیتی ارگ زخمی شدند. یادآوری میکنیم که بر اثر اصابت این راکت ها در شهر کابل 17 تن زخمی شدند. همچنان یک خبر دیگر، عبدالله دولت افغانستان با طالبان در روزهای آینده نشست برگزار میکند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با اعلام آغاز مذاکرات دولت با طالبان در روزهای آینده تاکید کرد. با گزارش اسپوتنیک، عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با صدور پیامی به مناسبت 101مین سال روز استرداد و استقلال این کشور تاکید کرد. مردم افغانستان بیش از هر زمان دیگر به پایان منازعه و درگیری 42 ساله و برقراری صلح و ثبات نزدیک شدند. عبدالله نوشته است در روزهای پیش رو شاید نخستین نشست تاریخی مذاکرات میان افغانستانی خواهیم بود. انتظار داریم از فرصت پیش آمده استفاده بهینه نماییم و با صداقت برای دست یافتن به صلح دائمی تلاش کنیم. وی درباره روز استقلال افغانستان نیز گفت این روز پر افتخار و تاریخی را به منظور ارج‌گذاری و بزرگداشت از مبارزات آزادی طلبانه و عدالت خواهانه مردم افغانستان و شهدای راه آزادی در دوره های مختلف به ویژه دوران جهاد و مقاومت گرامی می داریم. به گفته عبدالله، فرزندان این مرز و بوم امروز نیز در سنگرهای نبرد با تروریسم برای آزادی و پاسداری از منافع ملی می رزمند و قربانی می دهند. مبارزات سراسری و فداکارانه مردم افغانستان در دوره های جهاد، مقاومت ملی و جنگ در برابر تروریسم مصدق بارز این ادعا است. این در حال است که غنی به مناسبت 101مین سالگرد استقلال افغانستان دسته گل را روی منار استقلال گذاشت. در محوطه وزارت دفاع ملی از سال روز استرداد استقلال افغانستان تجلیل به عمل آمد. با گزارش اسپوتنیک، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با گذاشتن گل در منار آزادی در محوطه وزارت دفاع ملی از سال روز استرداد استقلال افغانستان تجلیل نمود. شاه امان الله خان کی بود؟ شاه امان الله مشهور به غازی امان الله فرزند امیر حبیب الله خان از خاندان بارکزی بود که در سال 1892 میلادی در ولسوالی پغمان ولایت کابل دیده و جهان گشود. شاه امان الله خان تحصیلاتش را در کورس افسری ادامه و روابط نزدیکی به ارتش داشت. بعد از آن که حبیب الله در سال 1918 میلادی در ولایت پغمان ترور، او در 28 فوریه سال 1919 میلادی به قدرت رسید و سلطنتش را اعلام کرد. در 3 می سال 1919 میلادی نیروهای افغان با عبور از مرز افغانستان و هند بریتانوی در دره خیبر شهرک کوچباغ را در منطقه قبایل تصرف کردند. این حمله به دستور شاه امان الله خان انجام شد که خود آن آغاز زنگ جنگ 3 افغان و انگلیس بود که 3 روز بعد هند بریتانوی در 6 می به افغانستان اعلان جنگ داد و شاه نیروهای تازه نفس را به منطقه فرستاد. بعد از این پیروزی شاه غازی امان الله خان استقلال افغانستان را اعلام کرد که از این روز به عنوان روز تاریخی در تاریخ افغانستان ثبت شد. منبع خبرگزاری اسپوتنیک.
همچنان یک خبر دیگر، سخنگوی وزارت خارجه ایران: امریکا به حضور فاجعه بار خود در افغانستان هر چه زودتر پایان دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از امریکا خواست به جای مقصر نشان دادن دیگران مسئولانه کار کرده و به حضور فاجعه بار خود در افغانستان هر چه زودتر پایان دهد. با گزارش اسپوتنیک، سید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز سه شنبه در واکنش به ادعای سراسر کذب منتشره در برخی رسانه‌های آمریکایی مبنی بر پرداخت پول از سوی کشورهای دیگر به طالبان برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان اظهار داشت. امریکا در باتلاقی خودساخته در افغانستان گرفتار شده و خون سربازان امریکایی هزاران مایل دورتر از وطنشان به خاطر سیاست‌های غلط حاکمان کاخ سفید ریخته می شود که البته نتیجه نیست جز سالهای جنگ و خونریزی برای مردم بیگانه افغانستان نداشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ادامه افزود: دولت امریکا که هیچ پاسخی برای خانواده های سربازان کشته شده خود در افغانستان ندارند، با فضاسازی رسانه‌ای به دنبال سرپوش گذاشتن بر خطای محاسبات خود در افغانستان هستند. خطیبزاده در پایان از ایالات متحده خواست به جای مقصر نشان دادن دیگران مسئولانه کار کرده و به حضور فاجعه بار خود در افغانستان هر چه زودتر پایان دهد. یادآوری میکنیم که دیروز هم سید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد اتهامات به اساس وزیر خارجه امریکا در برابر ایران در خصوص ارسال سلاح به طالبان اظهار داشت. آنچه امروز در افغانستان میگذرد نتیجه جنگ افروزی و مداخلات امریکا در امور افغانستان است. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 37,719 نفر افزایش یافت. وزارت صحت اعلام کرد که در جریان 24 ساعت گذشته 43 مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان شناسایی شده است. با گزارش اسپوتنیک، وزارت صحت با نشر یک اعلامیه گفته است که در یک شبانه روز گذشته تست کرونا 43 نفر از میان 384 نمونه مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای این وزارت مثبت اعلام شده است. با ثبت این آمار، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 37,719 نفر افزایش یافته است. تشکر که تا آخری ویدیو با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر کانال ما را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوهای بعد، الله حافظتان.